بینندگان گرامی سلام و درود بر شما. به یک بسته که مهم خبری از چینل دری میدیا خوش آمدید. از ایران خبر میرسد که در نتیجه حمله پاکستان بر ایران چندین تن کشته و زخمی شده و مقامات ایرانی سفیر پاکستان را احضار کردند. همزمان با این یک خانم آمریکایی بر علیه دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین کشور شکایت کرده و گفته است که او در یک فروشگاه بر وی تجاوز کرده است. در همین حال ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان گفته است که حقوق اسلامی زنان داده شده ولی کافران و خارجی ها و حقوق زنان بی احترامند. همزمان با این از تخار خبر می رسد که یک مرد 55 ساله در این ولایت کشته شده و طالبان می گویند که در تلاشن تا قاتل را شناسایی و بازداشت کنند. از سوی هم مجیب الرحمن رحمانی از جمع‌آوری کتاب ها از سوی طالبان در کابل انتقاد کرده و آن را نادرست عنوان کرده است. همزمان با این سه دختر در بلخ با اتهام عدم رعایت حجاب از سوی طالبان بازداشت شدند. طالبان اما میگویند که حجاب خط سرخ ماست. با ما باشید و از جزئیات تازه این اخبار و چندین گزارش مهم دیگر آگاه شوید. اما قبل از آن لطفاً ویدیو را لایک نموده و چینل ما را سابسکرایب کنید. در پی حمله نظامیان پاکستان در خاک ایران، تهران خواستار توضیحات فوری مقام‌های پاکستان درباره حمله‌های این کشور در روستای مرزی اطراف سراوان از مربوطات سیستان و بلوچستان شده است. علیرضا مرحمتی معاون امنیتی انتظامی سیستان و بلوچستان گفته است که در پی حمله بامداد روز پنجشنبه 28 جدی ساعت 4:30 دقیقه قبل از ظهر از سمت پاکستان بر یک روستای مرزی در اطراف سراوان در استان سیستان و بلوچستان ایران 3 زن و 4 کودک غیر ایرانی کشته شده، اما وزیر داخلی ایران گفته است که 3 زن، 4 کودک و 2 مرد از اتباع خارجی در روستایی که در 3 یا 4 کیلومتری مرز ایران قرار دارد کشته شدند. 4 زن، 4 کودک، 3 زن و 2 مرد اینا اتباع خارجی بودند، اینا کشته. رسانه‌های دولتی ایران گزارش دادند که بعد دنبال این حمله کاردار سفارت پاکستان در تهران برای توضیح درباره این حادثه و وزارت خارجه فراخوانده شده است. منابع دولتی پاکستان اما گفتند که نظامیان این کشور در پاسخ به حملات ایران در خاک پاکستان 7 مکان ارتش آزادی بخش بلوچستان را در داخل ایران آماج قرار دادند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان اما گفته است که ایران کشور برادر ماست و مردم پاکستان برای ملت ایران احترام زیادی قائلند و افزوده است که ما تمایلی به تشدید تنش‌ها نداریم و با توجه به روابط برادرانه میان دو کشور انتظار می‌رود اقدامی برای تحت تأثیر قرار گرفتن امنیت منطقه انجام نگیرد. ایران is a brotherly country. And the people of Pakistan have great respect and affection for the people of Iran. از سوی هم ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در سخنان تازه‌ای میگوید که در حکومت طالبان حقوق زنان در افغانستان مراعات شده و برعکس در دوره جمهوریت حقوق آنان به شدت پایمال شده بود و علاوه کرده است که امروز حقوق میراث و مهریه زنان رسمیت یافته و حکمی در این مورد صادر شده است. ملا هبت الله افزوده است که طالبان با زنان دشمنی خاصی ندارند و به حقوق شرعی و اسلامی آنان پایبندند و اما افزوده است که بی‌حجابی بخشی از حقوق اسلامی زنان نیست و طالبان از این کار جلوگیری خواهند کرد. به بشریت پا نامه بانی بناری اویی. همزمان با این شماری از زنان از طالبان انتقاد کرده و میگویند که آنان به دنبال محو کامل زنان از جامعه اند. این زنان مدعیان که حجاب بهانه است و هدف طالبان خانه‌نشین سازی دائمی زنان است.
حجاب بهانه است. هدف طالبان حذف زنان از جامعه است. حجاب بهانه است. هدف طالبان حذف زنان از جامعه است. طالبان اما با این گفته ها مخالفند و آن را نادرست عنوان می کنند. همزمان با این از بلخ خبر می رسد که طالبان 3 دختر جوان را به اتهام عدم رعایت حجاب بازداشت کردند. این منابع خواهان رهایی دخترانند. طالبان اما می گویند که حجاب یک امر اسلامی و خط قرمز آنان می باشد و گفته یه طالبان با بی‌حجابی مبارزه می کنند. همچنین مجیب رحمان رحیمی نویسنده و پژوهشگر از طالبان انتقاد کرده و میگوید که آنان نباید کتاب‌ها را از بازارها جمع‌آوری نماید و افسوده است که طالبان با هجوم به کتاب فروشی‌های کابل به گونه گزینشی و عقده‌مندانه 10,000 کتاب را گردآوری و مصادره کردند. به گفته رحیمی طالبان می‌خواهند جامعه را طالبانی بسازند. بخواهی هویتی بیشتر برجسته است در جمع کتابایی که جمع شده و این حوزه بیشتر برمیگرده به اقوام تاجیک، ازبک و هزاره افغانستان. طالبان اما میگویند که مخالف فرهنگ و کلتور افغانی نیستند، بلکه کتابها و از جمله مضامین درسی مکاتب را تا صنف ششم بررسی کرده و مواردی که خلاف اسلام و فرهنگ اسلامی آن را حذف میکنند. طالبان میگویند که این کار را ادامه خواهند داد. از سوی هم جین کارول سوتو نویس سابق یک مجله در امریکا پای دونالد ترامپ را در دادگاه نیویورک کشانده است. او مدعی است که ترامپ در اوساط دهه 1990 و در یک فروشگاه بزرگ به نام بروگودروف گودمن به او تجاوز کرده و سپس او را بدنام کرده است. خانم کارول به دنبال غرامت بیش از 10 میلیون دلار است و از محکمه می خواهد تا این موضوع را به صورت جدی بررسی نموده و حق او را از ترامپ بگیرند. باز هم از افغانستان، مسئولان طالبان در قماندانی امنیه ولایت لغمان می گویند که شام روز گذشته در جریان یک مسابقه والیبال درگیری رخ داده که در پایان 4 تن کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. و گفته یه منابع این درگیری در قریه نورام از مربوطات والسفالی علی شینگ این ولایت رخ داده که قاتل همراه با یک اسلحه دستگیر و به جرم خود اعتراف کرده و به زودی به نهادهای عدلی و قضایی سپرده می شود. همچنین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر با رد ادعاها درباره تلاش این گروه برای دستیابی به سلاح هسته‌ای گفته است که طالبان در پی بازسازی تجهیزات نظامی برجامانده از نیروهای خارجی در افغانستان است. سهیل شاهین افسود است که طالبان افغانستان در پی بازسازی مخروبه‌های 20 سال اشغال در کشور است، نه مسابقه تسلیحات هسته‌ای، و این ادعا کاملاً بی‌اساس است. اخیراً یک عضو کنگره آمریکا ادعا کرده بود که طالبان در حال رایزنی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای از طریق کشورهایی مانند کره شمالی و پاکستان است. پیش از او رحمت الله نبیل رئیس امنیت ملی در دوره جمهوریت نیز گفته بود که طالبان در تلاشند تا به سلاح‌های هسته‌ای از طریق معامله با پاکستان و کره شمالی دستیابند. دوستان عزیز، با پایان برنامه کنونی رسیدیم. تا درود دیگر، بدرود.